با وجود اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ایران مبنی بر ممنوعیت مصرف سوخت مازوت استفاده از این سوخت سرطانزا در نیروگاه های ایران از جمله در تبریز، مشهد، اصفهان و همدان از سر گرفته شده. مقام های سازمان حفاظت محیط زیست میگویند بازگشت مازوت به نیروگاه ها به دستور شورای امنیت ملی ایران صورت گرفته. گزارشی از بهمن سقایی در این باره پنجم آذر ماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای رفع نگرانی شهروندان از افزایش میزان آلایندگه های سرطانزا مصرف مازود یا نفت کوره را در نیروگاه ها ممنوع کرد اما با کاهش دمای شهرها و افزایش مصرف برق استفاده دوباره از این سوخت در نیروگاه های کلان شهرهای همچون تبریز مشهد اصفهان و شماری دیگر آغاز شده به مهران زینلیان، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان بازگشت مصرف مازود در نیروگاه های اصفهان به دستور شورای امنیت ملی ایران بوده و ای با اشاره به پیامدهای این اقدام هشدار داده اگر شاخص آلودگی هوا از این میزان بالاتر رود شاید با تعطیلی مطلق اصفهان مواجه شویم تبریز یکی دیگر از شهرهای گرفتار آلایندگی ناشی از مصرف سوخت مازود در ماه‌های اخیر است به گفته سازمان حفاظت محیط زیست نیروگاه تبریز به انگام مازوت سوزی به تنهایی 27 درصد سهم آلودگی هوای این شهر را بر عهده دارد اما چرا مصرف مازود برای سلامتی شهروندان این همه خطرناک است اجازه بدید خدمتتون بگم که مازوت 100 درصد تکرار میکنم 100 درصد و یا سرطان زا است و بعد نباید این در شرایط شهرها به مصرف برسد داریوش گلعلیزاده معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید الان وضعیت نیروگاه ها از نظر سیستم کنترلی خیلی خراب است به دلیل اینکه نیروگاه ها فرسوده و پالایشگاه ها هم نیز فرسوده هستند ما مشکل اعتبارات داریم و مشکل تکنولوژی در چند سال اخیر تکنولوژی جدید وارد کشور نشده محسن ترسلب مدیر آمل شرکت تولید نیروی برق حرارتی نیز گفته در شرایط موجود اگر بنا باشد به سمت استفاده از مازود نرویم مجبوریم نیمی از نیروگاه های شبکه را خاموش کنیم در حالی که مقامات حکومتی انگشت اتهام را به سوی مصرف کنندگان شهری نشانه رفتند، کارشناسان محیط ایران رواج ماینینگ بیت کوین حتی در نهادهای حکومتی بهرهمند از مصرف رایگان برق همچنین مصرف بالا و تقریبا رایگان برق توسط صنایع بزرگ پتروشیمی فولاد و سیمان با سودهای چند هزار میلیاردی را عامل اصلی این بحران میدانند که با برخورد از از رانتهای حکومتی حتی حق آلایندگی خود را نیز نمیپردازند بهمن سقایی صدای آمریکا